تنها شخصیت جهانی عالم ادبیات ایران در دوران معاصر، کسی که به هر حال در عمر 48-9 ساله خودش آثار بسیار زیادی رو عرضه کرد و ماندگار شد برای همیشه در تاریخ ادبیات معاصر ایران. این شخص کسی نیست جز صادق هدایت. بینندگان عزیز، جمعه گذشته سربازان دولت عراق به قرارگاه مجاهدین در اشرف
یا قرارگاه اشرف حمله کردند و بنا به گزارش‌های مختلف تعدادی کشته و زخمی از مجاهدین بر جا مانده است. از همه سازمان‌های حقوق بشری و از همه فعالین حقوق بشری درخواست می‌کنیم. شاهزاده رضا پهلوی هم در این مورد اعلامیه‌ای رو صادر کردند که اگر فرصتی بشون رو برای شما خواهم خوند. اگر میتونن در این زمینه صدای اعتراض خودشون رو برای حقوق انسانی مجاهدین در متن خاک عراق بر بیارن، البته با توجه به اینکه حقوق ملی مردم عراق و حقوق دولت عراق بر اداره سرزمینش در این رابطه هم باید مورد احترام قرار بگیره. به هر حال جمهوری اسلامی این حادثه رو تبریک گفته به مقامات عراقی، در حالی که حادثه کاملا حادثه‌ای ضد انسانی است. فارغ از این که با مجاهدین موافق باشیم یا مخالف باشیم، هر نظرگاهی داشته باشیم، به هر حال اینها الان در داخل عراق به نظر من اسیر هستند و ممکنه که خودشون از تک و تان اندازند، ولی در شرایط خوبی به سر نمیبرند. و ما برنامه امروز، یکی از نظریه پردازان و یکی از شخصیت ها و پژوهشگران مهم معاصر ما کسی نیست جز ماشاءالله آجودانی. ماشاءالله آجودانی آثار متعدد با ارزش داره و یکی از اونها کتابی است به نام مشروطه ایرانی و مقدمه‌ای بر تشکیل نظریه ولایت فقیه. من چند پاراگراف را از این کتاب در مقدمه گفتگویی که میخوام اون را آغاز بکنم با حجت الاسلام محمد هدایتی، مدیر مسئول سابق شبکه تلویزیونی سلام و دبیر کل کنونی جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر یا رسام، دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی معاصر ایران که مخففش می شود رسام، اجازه بدید که این چند پاراگراف رو بخونم و بعد گفتگوی خودم رو با جناب حجت الاسلام محمد هدایتی آغاز بکنم. ماشاءالله آجودانی در کتاب مشروطه ایرانی و مقدمه‌ای بر نظریه ولایت فقیه چنین می نویسد: در نهاد اسلام رهبری سیاسی از رهبری دینی جدا نبوده است. در دوره پیغمبر و حتی به شیوه های دیگر در دوره خلفای راشدین، سیاست و دیانت دو روی سکه حکومت بوده است. یعنی حکومت حکومت دینی بود و رهبر دین و رهبر سیاسی هم بود. در دوران شکوفایی عصر سامانی و آل بویه بود که کم کم هم در عمل و هم در مقام نظر بین حکومت های ایرانی و خلافت شکاف افتاد و سرانجام استقلال سیاسی ایران از امپراتوری اسلام در دوران حکومت آل بویه تحقق یافت و کاری ترین ضربه ها بر قدرت خلافت وارد آمد. بحرانی که خلافت دچارش شده بود صرفاً به دنیای عمل محدود نمی شد. بحران در تفکر فلسفی هم انعکاس یافت. ابونصر فارابی، فیلسوف شیعی مشرب، نخستین اندیشمند دوره اسلام است که با ورود در بحث عقلی درباره نظام حکومتی دوره اسلامی، بحث بحران خلافت و بحران جانشینی پیغمبر اسلام را مورد بحث فلسفی قرار داد. روایت اهل سنت در توجیه سیاسی خلافت یا مفهوم بسته شدن دایره نبوت ملازمت داشت. چنان که گفته شد در عصر پیغمبر و حتی در حدودی در دوره خلفای راشدین حکومت از دیانت جدا نبود. یعنی رهبری دینی همان رهبری سیاسی بود. مفهوم این رهبری توامان این بود که پیغمبر از طریق وحی ضوابط و شرایط زندگی دینی و سیاسی را به دست مردم میداد و هر چه که شارع شهر به دست میداد بر اساس آن حکومت هم میشد. خلفای راشدین هم چون با پیغمبر زیسته بودند، بسیاری از آن ضوابط و قواعد شرع را همچنان به یاد داشتند و در پی تدوین آن بودند.
هنوز ادامه سنت پیغمبر را در سیاست به عهده داشتند و به تعبیر حکومت در دوره آنان چه در معنای سیاسی و چه در معنای دیانتی آن شرعی بود. اما بعد از پیغمبر به روایت اهل سنت دایره نبوت بسته شد و دیگر هیچ کس از طریق وحی به ضوابط و شرایط زندگی دینی و سیاسی مسلمانان دست نمی‌یافت. بنابراین سیاست دیگر در معنای دیانت آنگونه که در عصر پیغمبر فهمیده می‌شد نمی‌توانست باشد. با چنین استدلالی راه برای حکومت‌های اموی و عباسی که خلافت را به صورت سلطنت موروثی درآورده بودند باز می‌شد. بنابراین اقتدار سیاسی موروثی اینان در حکومت بر مسلمانان اگرچه فاقد صلاحیت دینی بودند مشروعیت می‌یافت. در دید شیعه صلاحیت دینی برای حکومت در دوره پیغمبر از طریق وحی به دست می‌آمد و در دوره جانشینان او از طریق ارتباط آنان با منبع فیض نبوت. شیعه معتقد است که بعد از پیغمبر حکومت از آن امامان اوست که امامت را به خواست خدا از سوی پیغمبر به ارث بردند و در نبود پیغمبر با منبع فیض نبوت همچنان در ارتباطند و بهره های فیض الهی نصیب آنان است. اما مفهوم روایت اهل سنت از بسته شدن دایره نبوت این بود که دیگر کسی با منبع فیض در ارتباط نیست، یعنی امامی در کار نیست که با بهره‌گیری از منبع فیض حکومت عادلانه دینی را آنگونه که در عصر پیغمبر وجود داشت بتواند برپا کند. مفهوم سیاسی این سخن آن بود که حتی اگر حکومت خلفا آنگونه که شیعه تصور می‌کند حکومت عادلانه هم نباشد، باز باید بدان تن داد و تسلیم شد. اما شیعه با پیش کشیدن مفهوم امامت و تداوم فیض نبوت در باطن امامت معتقد بود که فیض نبوت با وجود امام استمرار دارد و اگر حکومت به دست امامان شیعه باشد حکومتی خواهد بود عادلانه، وگرنه حکومت غیر امام حکومتی است غاصب و ظالم. این تلقی شیعه از امامت که در وجه رهبری سیاسی که دو وجه رهبری سیاسی و دینی را در هم ادغام می‌کرد و سیاست و دیانت را در هم می‌آمیخت بیشتر تلقی ایرانی بود تا اسلامی. در ایران باستان هم شاه با فرح ایزدی مظهر دو قدرت سیاسی و دینی بود. فرح ایزدی همان تأییدات الهی و بهره‌مندی از فیض الهی و خرد بود که شاه را مظهر عدالت دینی هم قرار می‌داد. در حماسه ملی ما هرگاه فرح ایزدی از پادشاهی گم می شد او از عدالت و دادگری دور می شد و به بیداد و بیعدالتی در می غلطید. در روایت آرمانی ایران شهری از مفهوم پادشاهی، فرح ایزدی مایه تداوم فیض الهی است در وجود شاه که او را شایسته حکومت عادلانه و خردمندانه سیاسی و دینی می ساخت. اما شیعه این تداوم فیض الهی در باطن امامت را فقط در وجود امامان خود منحصر ساخت. به همین جهت شیعه 12 امامی در بسیاری از دوره‌های تاریخ ایران معتقد بود که حکومت عادلانه فقط با ظهور امام زمان تحقق خواهد یافت و در غیبت او هر حکومتی که برپا شود از نظر شرعی حکومت جور است و ظلم و فاقد عدالت حقیقی است. به همین دلیل بسیاری از اهل تشیع از اینکه در غیبت امام با حکومت و ارکان سلطنت همکاری داشته باشند پرهیز می‌کردند و اینجا رو من اضافه می‌کنم تا زمانی که خودشون به شاهنشاهی رسیدند و این فصل رو با آیت الله خمینی در ایران آغاز کردند. خانم ها، آقایان، حجت الاسلام محمد هدایتی، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنون، تشکر از شما. حجت الاسلام هدایتی، خیلی خوشحالم که امروز با شما این گفتگو رو دارم. شما دبیر کل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر هستید، درسته؟ بله. ابتدا به ساکن جناب حجت الاسلام، وقتی که این عنوان شما گفته میشه میخوام خیلی صادق باشی با هم و راحت باشی. به مجرد اینو به من گفتن که عنوان شما چنین چیزی هست من ترس برم داشت. ترسم از اینجا شد که ما روحانیون مدرن و نواندیش
خیلی بلاها سرمون رو بردن. حالا جناب عالی در دورانی که 32 سال از حکومت جمهوری اسلامی میگذره، دبیرکل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر رو عنوانشو دارید. از شما نباید بیشتر بترسن. من صحبت هم با بیننده های سلام علیکی بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام و درود ادب تقدیم میکنم و خوشحالم که چنین نشستی رو با جناب آقای فروزنده عزیز داریم و بحث و گفتگو رو شروع میکنیم، با توجه به اینکه شاید دیدگاه های متفاوتی رو هم حتما داشته باشیم و زیبایی های افکار اندیشه ها اینجا بیشتر انشاءالله نمود میکنه. در وهله اول به جهت اینکه خوب این دو واژه شاید شناسایی نشدن و تعریف نشدن، روحانیون سنتی، یکی مسئله روحانیون سنتی، یکی هم عملکرد کسانی که داعیه پیروی کردن از اسلام مدرنیته را دارن. به جهتی که این گروه دوم من معتقدم خیلی چیزهایی که وارد دین نیست، وارد در اسلام نیست، اینها را جعل کردن، قرار دادن. البته جعل مثبت داریم، جعل منفی داریم. اون جعل منفیش اون بدعتی و نوآوری و تشریعی هست که در دین نیست ولی وارد میکنن. ولی روحانیون سنتی همینطور که در بخشی از این نوشتتون شما از این آقای ماشاءالله فامیلیشون یادم رفت، ماشاءالله آجودانی، آقای آجودانی پژوهشگر ایرانی مقیم انگلستان است، بله بله، ایشون به اصطلاح آوردن یه قسمت‌هایش رو که در بخشی از قسمت‌هاش هم من یک نقدهایی رو دارم که اگه فرصت شد بهش میرسیم. روحانیون سنتی عموماً معتقدن که همون حکومت عدل تام و کامل توسط امام معصوم انجام میشه و صورت میگیره، که همینجا من نقدم رو هم بزنم که ایشون میگفتن این فکر برگرفته از ایرانیان باستان هست که اونها هم معتقد بودن کسانی که با فروت در ارتباط هستن میتونن عادل باشن، که من میگم لزوماً اگر دو فکر نزدیک هم هست، شبیه هم هست، نباید یکی از دیگری متأثر باشه. ممکنه متأثر هم باشه ولی دلیل نمیشه این از اون گرفته باشه یا متقابل. ممکنه فکر جدیدی بیاد قبلی رو تایید بکنه وقتی موافق خودش، ولی این در متن قرآن، در متن دین، در متن احادیث و عملکرد پیامبر و امام علی علیه السلام صلوات الله علیه ما هست که عدالت ایجاد کردن طبیعتاً بر مبنای متون دینی باید مطابقت به خواست مردم داشته باشه. شواهد از تاریخ فراوان داریم جایی که در مسئله اداره حکومت خواست مردم تعارض با عمل کرده و خواست خود حاکم داشته. وقتی حاکمی معصومی مثل پیامبر و امام علی که ما معتقدیم خواست اونها خواست خدا بوده، اونها خواست خودشون که خواست خدا بوده کنار میگذاشتن و عقب نشینی میکنن، خواست مردم رو که غیر مشروع و غیر الهی بوده بهش بها میدادن. من نمونه دارم، مستند هم در این باره صحبت میکنم. روحانیون سنتی این رو میخواد بگه، میخواد بگه که در چند جمله من خیلی خلاصه کنم، خودمونی هم عرض کنم که یه مقدار مثلا وارد دیتیل مسائل تخصصی نشیم که یه مقدار بحث خسته کننده نشه. روحانیون سنتی میگه که عدالت بر مبنای قرآن و عملکرد پیغمبر و امام علی در منصه ظهور حکومت باید باشه و جایی که خواست مردم حتی مخالف 100% قرآن و این حرفا، بعضی از حرفای من یه مقدار پیامدها و هجومهای منفی از قشر مذهبی به طرف من خواهد داشت، من میدونم این رو، ولی ما نمونه روشن داریم جایی که مقابل خود پیامبر مردم خواست دیگه ای رو مطرح کردن، پیامبر خواست مردم رو ترجیح دادن، یعنی خواست غیر الهی رو، چون خواست پیامبر خواست خداست. جایی که امیرالمومنین در دوران 4.5 حکومتش خواسته ای داشت و مردم مقابل اون خواسته ای رو عرضه کردن، خواست مردم مقدم شد، با اینکه این خواست غیر الهی بود و غیر دینی بود. نمونهش نماز تراویح که در زمان پیامبر بود. این نکته فراز تاریخی جالبه.
در زمان پیامبر بود به فرادا میخوندن، بعد از پیامبر خلیفه اول و خلیفه دوم خلیفه سوم با جعلی که خلیفه دوم کرد گفتن این نماز رو به جماعت بخونی، بعدش هم رد میشد دید در مسجد همه نماز جماعت رو به تراویح میخونن، گفت به به چه بدعت خوبی گذاشتم. امام علی سر کار اومد گفت این نماز باید مثل زمان پیامبر فرادا خونده بشه. مردم تظاهرات کردند، آنقدر ریزکاری‌های دقیق حکومتی و مسائل اجتماعی ما داخل دین هست که اصلا نیازی نیست ما خودمون از خودمون بخوایم تفسیر کنیم، تعویل کنیم، برداشت بکنیم. یک نمونش تظاهرات در زمان امیرالمومنین صورت گرفته. من از حکام نظام ولایت مطلقه فقیه که یک نظام کاملا جعلی و دروغیه در ایران سوال میکنم، در زمان امام علی تظاهرات شد، امیرالمومنین در مسجد کوفه نشسته بودن، سوال کردن از امام حسن فرزندشون چه خبره، سر صدا تو کوچه، گفتن که اینها تظاهرات کردن، گفتن ما میخوایم مثل زمان سه خلیفه گذشته نماز رو به جماعت بخونیم، نمیخوایم به دستور شما نماز تراویح رو فرادا بخونیم. حضرت فرمودن که هر جور دلشون میخواد بخونن، من وظیفم بود که اون چیزی و اون قانون و اون حکمی که صحیح هست اون رو بیان بکنم، نه اینها رو گاز و اشکاور زدن. البته گاز و اشکاور نبود اون فوق، ولی چیزای دیگه بود که میشد متفرقشون کرد. نه به اونها حمله کردن، نه زندانشون کردن. آخه 4 سال و نیم امیرالمومنین حکومت کرده. تاریخ میگه نصف کره زمین تقریبا محدوده حکومت پهناور امیرالمومنین امام علی علیه السلام بوده. زندان نداشته. مگر میشه در یک کشور به این پهناوری کسی تخلف نکنه؟ بعدش هم که زندان ساختن، دیوارهای زندان از چوب نی بود. بعد از بس فرار میکنن، حضرت فرمودن اصلا من گذاشتم که فرار بکنن. همین مقدار که این شخص متنبه بشه، این شخص متوجه بشه که خطا کرده، بعد دیوارهای گلی درست کردن. زندان در اسلام نیست، شکنجه در اسلام نیست. نورانی سنتی نمونهش، حالا برگردیم به همین عصر حاضر وارد بشیم، آقای آیت الله وحید خراسانی، اعتراف تحت فشار و شکنجه جدیدن فرمودن، این قبل از کمتر از چند هفته است. این اعتبار نداره. نکته مقابلش آقای خامنه‌ای میاد میگه کسی که در مقابل دوربین اعتراف بکنه، بله مقابل دوربین اعتراف بکنه که هزاران پرونده سازی براش کردن. نمونش این همه آقای ابتهی که جز نمیدونم ستاد آقای کروبی بودن، ایشون پرونده سازی‌های اخلاقی مفصلی براش درست کردن که میاد مقابل دوربین میسته و اون حرفا رو اقرار میکنه. آیه خامنه ای آیا این ارزش قضایی داره؟ وقتی با حیثیت، با خانواده یک نفر، با آبروی یک شخصی به دروغ بازی میکنن، آیا چنین اعترافی میتونه ارزش داشته باشه؟ روحانی سنتی این رو میخواد بگه. میخواد بگه که اکثریت فقها، مراجع و علما در طول تاریخ شیعه اینها معتقدند، اکثریت رو من دارم میگم به طور یک تقسیم بندی کلی، تقسیم بندی های متعددی ما داریم، یک تقسیم بندی کلی، اگر 1000 عالم طراز اولی در جهان شیعه وجود داشته باشه، از اینها به قطع 950 نفرشون میگن هر علمی، هر پرچمی در زمان غیبت امام زمان برافراشته بشه، من مستندات این مطلب و این حرفم رو ارائه میکنم، هر علم و پرچمی در زمان غیبت امام زمان به عنوان دین برافراشته بشه، این علم کفر هست و علم زلالته و پرچم زلالت و گمراهیه. اون عده‌ای هم که قائل به حکومت شدن با شروطی که هیچ کدام از اون شروط در حکومت فعلی ایران، ایران امروز تحقق پیدا نکرده. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. من وارد اصل مسئله اسلام و احکام اسلام و به هر حال دیانت اسلام نمیشم، برای اینکه بیش از 1,200,000,000 مردم جهان به این دین اعتقاد دارند. و اما اون چه که مسئلم هست به عنوان یک ایرانی، عملکرد 32 ساله یک حکومت شیعی است در کشور من که موقعیت ایران رو از موقعیت یک کشور سرافراز برده به حضیض ذلت در جهان و امروز چهره در واقع ایران رو این حکومت مخدوش کرده. شما تا کی با
آیت الله خمینی و نظرات اون موافق بودید. از چه زمانی شما فاصله گرفتید از نظریات نظام حاکم بر ایران؟ بله، البته من در مدرسه و در حوزه مرحوم آیت الله عظما سید محمد شیرازی رضوان الله تعالی علیه درس خوندم و از اونجا شروع کردم. خب اوایل انقلاب که ما خیلی نوجوان بودیم و به اصطلاح اون که بخوایم تشخیص بدیم به اون شکل یا تحلیل کنیم مسائل رو خیلی دقیق نمیتونستیم. بعد ها که کم کم دیگه وارد سنین جوانی شدیم، تقریبا دیگه من وارد حوزه شدم و درسم رو، بحثم رو و افکار و اندیشه‌ام رو همراه ایشون سیر میدادیم. در واقع فکر آیت الله عظما شیرازی با توجه به اینکه انقلاب ایران صورت گرفته بود و به هر حال یک گروه مذهبی به حکومت رسیده بودن، به عنوان یک راه حل، نه شاید عرض کنم به عنوان یک فکری که خودشون خواستن هزینه کنند یا برخورد فیزیکی کنند تا به اون قدرت برسن، به عنوان یک راه حل به شورای مراجع تقلید و فقها معتقد بودن از دیر زمان، حتی از زمانی که خود آقای خمینی در نجف و کربلا ایشون رو ملاقات کرده بود، تاریخ مستندش هست، به ایشون گفته بود که شما برنامه تون چی هست، گفته بود ما به هر حال میخواییم که دین یک نظارتی داشته باشه. آقای شیرازی شورای فقها رو پیشنهاد میکنه، میگه بله. من خلاصه دارم مرور میکنم تاریخ رو. بعد که آقای شیرازی حدوداً 10 سال قبل از پیروزی انقلاب، به خاطر اینکه حکم اعدامشون صادر شده بود از طرف صدام، مخفیانه حرکت میکنن، میرن چند روز سوریه و بعد هم کویت، 10 سال اونجا بودن. با پیروزی انقلاب سال 57 برمیگردن قم. آقای خمینی میان به بازدید سال 42 که اومدن به کربلا و آقای شیرازی ازشون استقبال کردن، اونجا باز مطرح میکنن. آیت الله شیرازی از آیت الله خمینی سوال میکنن که الان برنامه‌تون چی هست و بناست که طبق نظر قبلیتون شورای فقها را تشکیل بدید، که جواب ایشون خیلی سرنوشت سازه به نظر من، که از همونجا مرحوم آیت الله شیرازی به فکر و تأمل به اصطلاح رسیدن، و اون اینکه آقای خمینی گفتن الان دیگه مردم یک رهبر میخوان. در واقع خشت کج از همین جا بنا نهاده شد. حتی خود آیت الله خمینی قبل از اینکه بیان ایران، صحبات رو وجود داره در نوفلاشوتوی فرانسه که ایشون من میگفتن من میخوام برم قم به درس و بحثم برسم و روحانی نباید، این عبارت ایشون هست که روحانی نباید متصدی امور بشه و کار اجرایی رو بگیره. ولی خب چه شد که مسیر عوض شد. از همون جا که در واقع خب دیدن که این اولین خواسته اساسی دیگه در نظر گرفته نشده، به طور مشخص میتونیم بگیم از سال 60 و 61 به طور کلی مرحوم آیت الله عظما شیرازی مسیر خودش رو جدا کرد از حکومت و به عنوان اعتراض خودش رو خانه نشین کرد، و چون میدونست دیر یا زود به سراغ او خواهند آمد و او را در حصر قرار خواهند داد، و این شیوه ایشون بود. در زمان بعثی‌ها هم در عراق وقتی اعتراض به حکومت داشت، نماز جماعتش رو ایشون تعطیل کرد، رفت خانه نشست و 20 سال ایشون در خانه نشست به طور مشخص، یعنی در این چهار دیواری خانه خارج نشد و اعتراض کرد و مرتب مشکلات برایشون فراهم شد، که من حالا شاید اگه توضیح زیادی بدم شاید این قسمت خسته کننده بشه یا اینکه ربطی موضوع پیدا نکنه، در یه فرصتی دیگه یا در ادامه برنامه اگر صلاح دیدید من جزئیات رو باز میکنم. ولی فشارهای فزاینده از طریق دادگاه ویژه روحانیت که یک دادگاهی کاملا غیر قانونی حتی از نظر قانون موجود حکومت ایران، یک چیز ساخت و پرداختهی که اصلا جوابگو نیست، تا سال 95 که سال 1374 میشه، در فاصله یک هفته بیش از 18 نفر از اطرافیان، یعنی اون از سال 60 شما شروع بکنین فشارها رو،
به اصطلاح محدود کردن فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی آیت الله شیرازی رو، اجازه ندادن چاپ رساله، کتاب‌های ایشون رو از چاپخونه برمی‌داشتن می‌بردن، حتی آتیش می‌زدن. 10,000 نسخه امیرالمومنین خورشیدی در افق بشریت، یک کتاب یک شیوه حکومت امیرالمومنین رو خلاصه ایشون کردن، 10,000 نسخه از چاپخونه برداشتن و آتش زدن، همه جا خمیر می‌کردن، ولی اینها آتش زدن. و این محدودیت ها تا اینکه این یک جمله رو عرض کنم خدمتتون، تا سال 1374 که 18 نفر از جمله دو تن از فرزندان آیت الله اعظم شیرازی رو گرفتن زندان و شکنجه، و آیت الله اسد مرتضی شیرازی رو در زندان سوزاندن برای اعتراف گرفتن که شما نیت براندازی حکومت داشتید. و این اتهاماتی که معمولا برای افراد میزنن اونجا با اوج خودش رسید که فکر میکنم شاید ماهای آخر حکومت آقای خاتمی بود، و چند ماه بعدم دیگه حکومت آقای ریاست آقای رفسنجانی شروع میشد. نکته‌ای که ببخشید الان... من اشتباه کردم، اواخر بله نه در زمان خود ریاست آقای هاشمی رفسنجانی. نکته‌ای که الان مطرحه و بسیار با این توضیحات که میدید، سوال من از شما اینه، آیا بعد از همه این تجربه ها شما به این نتیجه نرسیدین که روحانیت اگر در همون محدوده ای میموند با آزادی تبلیغ که کارشو بکنه کسی هم مزاحمش نباشه، در همون محدوده ای میموند که در دوران پادشاهی در ایران حضور داشت و فعالیت داشت، حد کافی برای حضورش در جامعه بود و حد اکثر نقشش میتونست نقش ارشادی باشه، نقش انتقاد از دولت باشه، به جای اینکه وارد این عرصه بشه و ناتوانی خودش رو در اداره حکومت در واقع اثبات بکنه امروز و این همه فاجعه رو در طول این سالها به وجود نیاره؟ اجازه پس از پیام‌های بازرگانی پاسخ شما رو داشته باشه. خیلی ممنون. مرسی.